الميت اذا ظهر عليه علامات الموت. کسی که نشانه های مرگ برش نمایان شده باشه، يلقن لا اله الا الله لكن بلطف، يعني لا تقول له قل، تقول لا اله الا الله. کلمه توحید رو بهش تلقین میکنیم، البته به نرمی و با آرامی، نه اینکه با شدت و به تندی بهش بگیم بگو لا اله الا الله، بلکه کلمه لا اله الا الله رو با آرامش نزد او تکرار میکنیم. یلقن ثلاث مرات، و این کار رو سه بار انجام میدیم، تلقین میت رو. تلقن قال الحمد لله، اگر وقتی که کلمه توحید رو بهش تلقین کردیم این کلمه رو گفت، خب الحمدلله. اذا لم يتلقن نترك قليلا، و اگر این کلمه رو تلفظ نکرد لحظاتی درنگ میکنیم. ثم نعيد عليه، و سپس تکرار میکنیم و لا اله الا الله رو به نرمی نزدش میگیم و تلقین میکنیم. لابد ان يكون يقول لا اله الا الله في حياته ويعمل بها ويعتقد ما فيها، و لازم هست که انسان در زندگی خودش لا اله الا الله رو گفته باشه و مرتبا میگفته باشه و بهش عمل میکرده باشه و فهمیده باشه و شرایطش رو محقق کرده باشه. لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، زیرا کلید بهشت لا إله إلا الله. لكن أي مفتاح لا يمكن أن يفتح لك حتى يكون له أسنان، و هیچ کلیدی درب رو و قفل رو باز نمیکنه مگر اینکه دندانه هایی داشته باشه. و هذه الاسنان هي شروط لا اله الا الله، و این دندانه ها در حقیقت همون شروط لا اله الا الله هست. فلا بد من تحقيق الشروط حتى تنفع لا اله الا الله، لذا باید شروط لا اله الا الله رو محقق بکنیم تا این کلمه برای گویندش مفید باشه. اسال الله سبحانه وتعالى نختم لنا ولكم بالتوحيد، از الله متعال میخوایم که عاقبت همه ما را با توحید بگرداند.